روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تأمین نمایید. گلپی سبز. بهترین غذا برای بیماری قلب. سالهای اخیر پرورش گلپی سبز هم در آمریکا و هم در اروپا خیلی رواج یافته است. مردم سیاره هم بیش از پیش گلپی سبز را به جای گلپی مقرر استفاده می کند. زیرا گلپی سبز نسبت به گلپی مقرر خوشبوتر است و کمتر سبب میتوریزم می شود. خاصیت ها و نشانداد ها. گلپی سبز در میان دیگر رستنی های خانواده کرم ها با داشتن مقدار بسیار پروتئین، کلسیم، پرویتامین ای، بیتاکاراتین و ویتامین های سی فرق می کند. همچنین آن پوتاشیم بسیار و سودیم کم دارد. گلپی سبز مانند دیگر سبزیجات خانواده کرم ها ماده های ضد سرطانی سلفید دار دارد و برای طبیب بیماری های زیرین مفید است. بیماری های قلب و رگ ها. خاصیت نیروبخشی کم و مقدار خیلی کمی چرب ها، این چنین تناسب موافق سدیم و پتاسیم در گلپی سبز آن را برای کسانی که به هر شکلی از بیماری های قلب و سرطان عذاب می کشند، غذای مناسب به حساب می رود. گلپی سبز به خارج کردن آب های زیادتی از بافت ها مساعدت کرده، همچون مواد گشاینده اما می کنند.
چاقی و دیابت. گلپی سبز غذای کالوری کم است که در ترکیب خود قندی کم دارد ولی احساس سیری را به وجود می آورد. از این رو هنگام گرفتاری به بیماری های چاقی و دیابت همچون غذای پرهیزی توصیه داده می شود. سرطان مقدار زیادی بیتاکراتین و عنصرهای فیتان کیمیاوی در ترکیب گلپی سبز آن را در قطار دیگر سبزیجات کرمی و مواد پرقوت ضد سرطانی تبدیل می دهند که تأثیرات و فایده آن تحت چندین تحقیقات علمی ثابت شده است. تمام سبزیجات ها و کبودی ها از جمله سبزیجات کرمی عنصرهای فیتان کیمیاوی دارند که انسان را از گرفتاری به بیماری های قلب و سرطان رگها حفظ می کند. آماده کردن و طرز استفاده 1. گلپی سبز را با اصول های مختلف مانند گلپی عادی می پزند. برای نگاه داشتن ماده های غذای گلپی آن باید با استفاده گرمی هرچی کمتر پخته شود. 2. پایه های نرمی این سبزیجات در شکل خام استفاده کردن یا آن را پس از کمی دم دادن و خوردن علاوه کردن هم امکان پذیر است. گلپی که چنین پخته می شود مزه مانند مربا دارد و بسیار بوی خوب دارد. جودار یا زندگی شیریان را تامین می نماید. خاصیت ها و نشانداد ها جودار از روی ترکیب با گندم مشابه است ولی دارای پروتئین و چربافتی بیشتر می باشد. کالوری جودار 331 کیلوکالری بر 100 گرم تقریباً چون گندم 335 کیلوکالری بر 100 گرم را تشکیل می دهند. هرچند در ترکیب جودار چون دیگر خوشه‌دارها پرو ویتامین ای، ویتامین های سی و بی 12 وجود ندارد. دیگر ماده های غذایی به قدر لازم موجودند. در محصولات آن روغن ها و کلسیه عادتاً کمترند. کربوهیدرات ها آنها قسمت اعظم خوشه‌دارها را تشکیل می دهند. جزء یا عنصر اساسی خوشه‌دارها نشایسته است. نشایسته در جودار زیادتر از دیگر خوشه‌دارها اند. از چربافت ها با پرده بسته شده اند، از این رو جودار آهسته هضم می شوند. مولکول های گلوکوز تدریجا آزاد می گردند. از این خاطر جودار سطح بلند شدن گلوکوز را در خون به بار نمی آورد. آن سیر می کند و مبتلایان بیماری پیش از آبساری را خوب می گذرانند. پروتین ها جودار غنی از پروتین ها می باشد که آن زیادتر از گندم است. در جودار کمتر از گندم، گلوتین و گلیدین موجود است. از این لحاظ نان جوی وزنین تر از نان گندم است. ویتامین ها جودار سرچشمه خوبی ویتامین های B1، B2، B6، ای، نیاتسین و اسیدهای فولیک است. بنابر ناکفایتی پرو ویتامین ای و ویتامین سی در ترکیب جودار، آن را با میوه و سبزیجات تر و تازه از این ویتامین ها غنی آمیخته نموده، منرال ها به طور کفایه از فاسفورس، مگنیزیم، آهن و سلسین و نیز دیگر میکروالمنت ها غنی است. ناکفایتی کلسیم در ترکیب جودار پوره می شود اگر آن با شیر و محصولات شیری پیوسته شود. هر 100 گرام جودار 4.1 حصه طلبات شبانه روزی به آهن و 3.1 حصه معیاری روزانه مگنیزیم را قانع می گرداند و همه این ضمن ناکفایتی پوره سدیم صورت می گیرد. کالوری جودار بهتر از گندم است، هرچند آنقدر آسان هضم نمی شود. استعمال آن در موردهای زیرین مفید است: تسلوب شرائین و بیماری های کمخونی و دل. جودار دیوار خون را موزون، خون را نازک و گردش خون را بهتر می گرداند. جلوگری از استحصالیه شیریان خاصیت مقرری دانه های یک لختی خوشدار است ولی در جودار این خاصیت نسبتاً روشن افاده یافته است. موجودیت انتی اکسیدت ها چون ویتامین ای و سیلین های مقدار فراوانی چربافت از جمله خاصیت مذکور را بیان می سازد. استفاده دائمی جودار به بیماران تسلوب شرائین مخصوصا در شریان های اکلیلی چون اختلاف رگ های دل و یا ضعف دل پیدا می شوند فایده می رسانند. فشاری بلند بنابر تأثیر فیض بخش به شریان و ترتیب پایین سدیم جودار همچنین به آن که از فشاری بلند رنج می برد منفیت بار است. نان جودار را هنگام استفاده نمکی نمودن توصیه داده نمی شود.
قبضیت جودار از چربافته های غالباً محلول شونده غنی است که آن را برای دوچار شوندگانی قبض مایه خوراکی قیمت بها می گرداند. جلوگیری از سرطان روده بزرگ بدون اینکه جودار در مبارزه با قبضیت یاری می رساند، نان جودار بیش از همه تجمع اسیدهای سفرا، اسیدهای سنگرا و اسیدهای ایزالوی در روده را کم می کند. این اسیدها از تلخه برآمده به روده لعابی چون سرطانزا تأثیر رسانده، این چنین عملی ماده های ضررآوری از حیوانات برآمده را می افزایند که در روده ها جای گیرند و به افزایش سرطان مساعدت می نمایند. به همین طریق استفاده دائمی جودار به بیماران خوف زیاد سرطان روده بزرگ، همچنین به آنهایی که جراحی شده اند از تکرار یابی آن بیم دارند توصیه می شود. آماده نمودن و استفاده آن. یک لخت دانه ها هرچند قبط ظاهرش سبوز و سخت است، جودار را می توان در نمود لخت‌بادتر نمودن دانه جو در ترکیب تمام لیوسلی تناول نمود. آماده نمودن بعد تر کردن چند ساعت جو را می توان چون برنج پخت. پختن آن در داش های برقی مطلوب است تا سخت نماند. آرد. آرد جوی از گندم گلوتینی کمتر دارد، ولی آن هم برای نانپزی استفاده می شود. نان جوی از نان گندم سخت تر است، زیرا آن گلوتینی کمتر داشته خمیرش دم نمی شود. عادتا نان جو را با گندم آمیخته می نماید. جوی خشک کرده شده آنها سبک خشک کرده و خیلی بامزه اند. آنها را بیشتر در آلمان و مملکت های اسکاندینیا استفاده می نماید. ثروت واقعی سلامتی است، نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. وقتی افسونگر، ساعتی 6 بعد از ظهر، 14 جون سال 2000، روزی چهارشنبه. کسی به من میفهماند که چرا ساعتی 6 بعد از ظهر تناول و خوردن ممکن نیست. چرا بعد ساعت 10 بعد از ظهر؟ نه. بعد ساعت 11 بعد از ظهر؟ نه. محض پس از ساعت 6 بعد از ظهر. این چگونه ساعت جادویی است؟ من وقتی که دانشجو بودم به این سوال توجه کردم و امروز یکی از بخش های دفتر خاطراتم به همین موضوع بخشیده است. سلام دوست عزیزم، من بسیار شنیدم که اگر بعد از ساعت 6 تناول نکنیم به خوبی وزنمان را از دست می دهیم. یک وقت از این عقیده پیروی کردم.
برایم بسیار مشکل بود. در نصف روز کمی خوراک می خوردم. این اساساً به یگان لقمه مانند بود. ساعت 8 خانه آمده عادتاً نیم شبها خواب می رفتم. نخوردن غذای شام برای من مشکل خیلی بزرگی بود. با شکم گرسنه خوابیدن خیلی مشکل است. بعضی اوقات تاب نمی آوردم و پیش از خوابیدن بسیار می خوردم. بعد از آن خوابم بسیار سنگین می شد. خوابهای وحشتناک می دیدم. سحر استراحت نکرده از خواب می خستم. در دوام روز کوشش می کردم که در خوردن احتیاط کنم. به زندگی دلگیر می شد برایم. من این پرهیزهای بیهوده را رها کردم. چه بدانم آن روش شاید برای کسانی که وزن خود را کم می کنند کمک کنند. از این استرس و وزنم زیاد می شد و تمام. فعلا دوباره تصمیم گرفتم وزنم را کاهش بدهم و خود را بیشتر دوست داشته باشم. اما فعلا من برای آن دلیل دارم. همکار نیز دارم. با آن اعتماد به نفسم بالاتر می رود و احساس خوبی دارم. او چندین سال است که زندگی خود را به بهترین نحو پیش می برد که من آن را آرزو می کنم. فکر کردم که شاید با کوشش دوباره دیگر بعد از ظهر غذا صرف نکنم. شاید دفعه پیش چیزی نادرست را انجام دادم. گرچند برای من بعد از ساعت 10 شام نخوردن غذا بهتر است. من می توانستم به خوبی غذای خود را بخورم و تا سحر دیگر یگان چیز نخورم. عجیب! چرا برای کم کردن وزن مخصوص بعد از ساعت 6 غذا نمی خورند؟ معلوم می شوند حرف اینجاست. در وقت خواب ارگانیسم ها باید استراحت کند. اگر پیش از خواب غذا صرف کنیم، معده کار کردن را ادامه می دهد. نتیجه اش به آسانی خوابت نمی برد. خواب سنگین می شود و خوابهای عجیب می بینید. و صبح که می خیزی، مانده، ضعیف به نظر می رسی. خسته به نظر می رسید که هاضمه برای خواب مکمل و خواب به هضم کنی تمام غذا خلل می رساند. لطیفه قصه کرد که از همه خوبش غذای شب را 4 ساعت پیش از خواب استفاده کنیم. تقریبا همین قدر وقت لازم است تا که غذا هضم شده و معده شبانه با عضوهای دیگر استراحت کند. و صبح با طبع خوش می خیزی. از خواب و احساس خستگی نمی کنی. اکنون من فهمیدم که چرا بسیاری ها تصدیق می کند. بعد از ساعت 6 غذا خوردن بهتر است. نظر آنها درست است. ولی همه معنی دقیق این فکر را نمی فهمند. من می دانستم که از ابتدا جسم انسان طوری ساخته شده است که ساعت 10 خواب کند و سحر بر وقت بخیزد. زیرا از همه وقت خوبی برای خواب از ساعت 10 تا 12 شب است. این 2 ساعت خوابیدن پیش از نیم شب است که برابر با 4 ساعت خواب بعد از 12 شب برابر است. اگر شما بعد از نیم شب خواب کنید، حتی 10 ساعت خواب هم کمک کرده نمی تواند که شما راحت استراحت کنید. خستگی در وجودتان باقی می ماند. و از نصف روز تا ساعت 12 نخوردن این مسخره است. ارگانیسم استرسی از سر عبور می دهد. من این را باید در خاطرم بسپارم. قدم نخست برای زندگی بهتر این است که به صرف غذا در ساعت 6 بعد از ظهر عادت کنم. ساعت 10 بخوابم. فکر می کنم این عادت مفید است. زیرا همه آن عادتهایی را که زیر نظر دارم همه ایشان مورد پسندم است. آنها مرا خوشحال می کنند چون که نتیجه واقعیش را می بینم. بانوان عزیز، شرط نخوردن غذا بعد از ساعت 6 بعد از ظهر را عاقلانه قبول کنید. آخر نگاه داشتن سلامتی ضرور است. خودتان را دوست داشته باشید و غذای درست استفاده کنید. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. عیسی چنین گفته است: در جهان میل و رغبت، سحر و جادو و دیگر عامل‌های فوق‌العاده خرافات پرستی زیاد می‌گردد. با گذشت 2000 سال چطوری که عیسی گفته بود به عمل می آید. کتاب و مجله ها و فیلم ها درباره سحر و ساحری با شماره های زیادی از صدها میلیون فروخته می شوند. شماره زیادی این کتاب و مجله ها، فیلم ها و برنامه های تلفنی، اینچنین در شبکه های اینترنتی ما وادی سحر و جادو معمول و دسترسی همه گشته است. انسان ها به فالبینان و جادوگران مراجعت می کند. نشانه ها در جهان دیانت که درباره شان عیسی گفته بود در پیش چشمان ما عرض هستی می گیرد. این مسیحان کاذب و انبیای کاذب نشانه های آخر زمان. بعدش نجات بخش درباره نشانه ها در جهان سیاسی حرف می زند. او به نیزه های بین المللی و جنگ های جهانی دقت جلب می کند. و اینک حوادث آن پیشگویی ها این زمان در اطراف ما در حال عمل شدن است. جنگ ها و آوازه جنگ ها خواهید شنید. متا باب 24 آیه 6. آیا در دوام کل تاریخ جنگ ها به وقوع نیامده بودند؟ اگر جنگ و نزاع‌ها در طول قرن ها موجود بودند، پس جنگ را نشانه آخر زمان گفتن چی معنا دارد؟ بیایید با هم با دقت گفته های عیسی را میشنویم. جنگ ها و آوازه جنگ ها را خواهید شنید. کلمه جنگ ها این شماره جمع است. متا باب 24 آیه 7. زیرا قومی بر ضد قومی و سلطنتی بر ضد سلطنتی قیام خواهد کرد. در آستانه نهانی زمان نزاع‌های بین الخلقی تمام جهان را به شور می آورند که در موردش عیسی پیشگویی کرده است. به اصطلاح دیگر سخن در مورد جنگ‌های جهانی می روند. به قرن 21 وارد گشته ما به اثر گذشته قرن 20 نظر می کنیم. و می بینیم که آن یکی از خونین ترین قرن ها می باشد. به قول یکی از جامعه شناسان در عصر 20 165 جنگ صورت گرفته است که هر یک آنها جان زیاده از 6000 نفر را از بین برده. در 5 جنگ شمار زیادی از 6 میلیون نفر به کام مرگ فرو رفته است. در مجموع 180 میلیون نفر در این جنگ ها قربانی شده اند. قرن های 20 و 21 در علنگه آتش جنگ ها گرفتار شدند. جنگ دومی کنگالیزی، جنگ های تروریستی، نزاعی درفور، نزاعی اسرائیل و لبنان، نزاعی روسیه و گرجستان، نزاعی بلوچستان، جنگ شهروندی در بروندی، جنگ شهروندی در کات دئویار، نزاعی هند و بنگلادش، جنگ میان حبشستیان و ساملی، جنگ شهروندی یمن، جنگ در سکتار غزه. درباره تخریبات سودان فکر کنید که در علنگه آتش جنگ فرو می روند. در مورد ناآرامی و اختلافات بین قوم های آفریقا فکر کنید. آن ویرانه های لیویا را پیش نظر بیاورید. البته اینچنین شرق نزدیک که مرکز تمام نزاع‌های بین الخلقی گشته است، عراق و سوریه در چنگال جنگ پاره گشته اند. گفته های عیسی به زودی عملی می شود. امنیت در جهان امروزه ما بسیار ضعیف است. کلام مقدس چنین هشدار می دهد. هر یک کوشش هایی که برای صلح و امنیت می کند بیهوده است. هواری پولس این را چنین درج کرده است. تسلونیکیان 1:5-3. چون بگویند آسایش و امنیت،
آنگاه ناگهان به هلاکت دچار خواهند شد. مثلا چگونه شرطنامه صلح باید به جنگ خاتمه بخشد؟ شرطنامه ورسل 28 جون سال 1919 پیدا شوی لیگ ملت. این شرطنامه زیاد طول نکشید و جنگ دهشتناک دوم جهانی آن را ویران کرد. بعد از این شرطنامه سال 1945 سازمان ملل متحد تأسیس یافت. به تمام تلاش های این سازمان برای حفظ صلح در سرتاسر جهان نگاه نکرده، آتش جنگ و نزاع‌ها در جهان ما علنگه می‌گیرد. کلام مقدس چنین می‌گوید: وقتی که آنها درباره صلح حرف می‌زنند، ناگهان به فلاکت خواهد رسید. کلام خدا یقین است. او درباره زمان ما چنین می‌گوید: عیسی زمانی می‌آید که این جهان را از دست آدمی خطر محو شوی تهدید می‌کند. هرگز بشریت امکانیت نیست و نابود کردن جهان را نداشت، لیکن در زمان آخر آن را پیدا می سازد. کتاب وحی چنین می گوید: وحی باب 11 آیه 18 و حلقه ها در قهر شدند و غضب تو آمد. وقت آن رسید که مرده ها را داوری کنی و به بنده های خود، یعنی به انبیا و مقدسان و کسانی که از اسم تو می ترسند، هم به خردان و هم به بزرگان پاداش دهی و نابود کنندگان زمین را نابود کنی. 100 سال مقدم انسان ها امکانیت نابود کردن جهان را نداشت. ذخیره های یراقی یدرایی معاصر وایه است که چندین بار زمین را به نیستی برد. عیسی گفته بود زمانی که جهان را ترس و هراس فرا می گیرد، او از آستانه جدا کننده وقت و ادبیات گذشته ما را نجات می دهد. لوقا باب 21 آیه 26 و انسان از ترس و هراس و انتظار آن مصیبت که سر جهان می آید از حال خواهند رفت، زیرا که قوه های افلاک تزلی خواهد شد. اگر شما در هراس افتیده باشید، به هر طرف ننگرید، بلکه نظر خود را به سوی آسمان روانه کنید که از آنجا به نزدیکی خداوند می آید. به گمانم من صدای قدم های بازگشت مسیح را می شنوم. تمام حادثه ها به اوج اعلا نزدیک می شوند. عیسی دعوت می نماید تا اینکه ما نظر خود را به واقعیت الهی من به زودی برمی گردم ببندیم. کتاب وحی به ما امید می بخشد. ما می توانیم در عالم دیانت، سیاسی و این چنین در عالم طبیعت نشانه ها را ببینیم. کتاب مقدس از حوادث طبیعی که از تحت نظرات بیرون می شود، از تندبادها، سوختارها، آبخیزیها و وباها که در عرفه بازگشت عیسی جهان را فرا می گیرند، هشدار می دهد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.